بینندگان عزیز و محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی، سلام دارم خدمت شما عزیزان، همچنین سلام دارم خدمت شما آقای شفایی گرامی. خیلی متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگانتون. بینندگان عزیز، امروز با آقای شفایی که مسئول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هستند و این کانون در سطح اروپا و در سطح کشورهای دیگه در سطح آسیا فعال هستند، عزیزان ایرانی که در اون کانون‌ها فعالیت‌های مختلفی دارند و امروز با آقای شفایی می‌خوایم راجع به این نوع فعالیت‌ها صحبت کنیم. در حقیقت نهادهای حقوق بشری که چشم و دیدبان جامعه هستند و در حقیقت مراقبت می‌کنند که چه نوع تبعیض‌های روا میره و در زمینه آگاهی رسانی فعال هستند، این فعالیت حدود 2 دهه هست که انجام میگیره از طرف این کانون و من خوشحال هستم که با دوست عزیزم در این رابطه با هم صحبت کنم. آقای شفایی، اگر امکان داره یک بار دیگه، البته ما در رابطه با فعالیت‌های کانون صحبت کردیم ولی چون وسعت پیدا کرده فعالیت‌های کانون، از شما خواهش میکنم بگید که چه مدته که کانون فعالیت میکنه و در حقیقت در حال حاضر چه بخش های مختلفی داره و چند نفر درش فعال هستن و چگونه عمل میکنن؟ عرض کنم خیلی متشکر از اینکه در خدمتتون هستیم، بتونیم بی اطلاعاتی در رابطه با کانون ارائه بدیم. ما در سال 2000 این کانون به ثبت رسیده، در فوریه 2000 در آلمان ثبت کردیم. البته قبل از ما سال 96 گروهی کار کردند و بعد از سال 2000 رسما ثبت شدیم. در طول این مدت تونستیم به مرور زمان کمیته‌های متعددی رو به صورت تخصصی ایجاد بکنیم. ما الان 9 تا کمیته تخصصی داریم که کار انجام میدن، که خودشون اعضای خودشون رو دارن، سایت‌های خودشون رو دارن، بعد عرض کنم اطلاعات و آمار منظم ماهیانه ارائه میدن، البته زیر مجموعه‌های کانون هست. بله، که خود مستقل البته عمل هم میکنه. بله. و خود کمیته ها الان هر کدوم گزارش های خودشون رو میدن، اخبار جمع‌آوری میکنن و اخباری هم که جمع‌آوری میکنیم اخبار عمومی نیست، یعنی اخباری نیست که از همه جا بیاد، اخباری که از سیستم جمهوری اسلامی باید رد بشه، یعنی در واقع اطلاعاتی که خود جمهوری اسلامی ارائه میده ما اینا رو جمع‌آوری میکنیم. بله. و که دیگه خودمون هم معتقدیم که آماری که میدیم بیرون بیش از 20 تا 25% آمار واقعیه که در اتفاق میفته در ایران به عنوان نقض حقوق بشر. این دلیلش هم اینه که خب خیلی از اخبار رو خود جمهوری اسلامی اعلام نمیکنه و اصلا منتشر نمیکنه، ولی و ما به همینا بسنده میکنیم و گزارشاتمون رو میدیم. غیر از این 9 تا کمیته، یک کمیته آموزش داریم که به اصطلاح جدیداً شروع کردیم کار کردن، که این کمیته آموزش سعی کردیم که یک سری آموزش اولیه رو برای دوره 2 ماهه به تمام کسایی که علاقمندن وارد کانون بشن ارائه بدیم که بتونن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بشناسن، با قانون اساسی آشنا بشن، با عرض کنم که سند 23 آشنا بشن و اطلاعاتی که در رابطه با خود کانون نیاز هست آشنا بشن. کمیته‌ای داریم به اسم کمیته پژوهش که در رابطه با عرض کنم که شکل کامل حقوق بشر رو در واقع پژوهش میکنن، یعنی کلیه کنوانسیون ها رو جمع‌آوری میکنن، بعد کلیپ درست میکنن برای کنوانسیون ها، حتی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر کلیپ درست میکنن و با قانون اساسی مقایسه کرده شده تو این کلیپ ها و با سند 23 مقایسه شده این به اصطلاح اعلامیه جهانی حقوق بشر، به اضافه اینکه کلیپ های متعدد در رابطه با در واقع روزهای جهانی داریم تهیه میکنیم که حدود 32-33 تا حالا آماده شده از روزهای جهانیه که به موقع منتشر میشه. اینا مستقلا عمل میکنن یا در رابطه با گروه صدا و تصویر کار میکنن؟ عرض کنم که حالا یه بخشی داریم صدا و تصویر. صدا و تصویر ما مجموعهش در واقع کار میکنه برای فعالیت‌های خود کانون هست. برای اطلاعاتون بگم ما در ماه
حدود 20 تا 23 جلسه سخنرانی برگزار میکنیم که این جلسات سخنرانی شامل یک بخشی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر هم راجع به کمیته‌ها به طور تخصصی یا به طور عمومی در نمایندگی ها و مقایسه میکنیم مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو یا کنوانسیون ها رو با قانون اساسی و معمولا بین 2 تا 3 سخنران داریم و یک بحث آزاد برای هر جلسه. اینا طراحی شده و این کار رو انجام میدن. یعنی هر کمیته جداگونه خودش فعال هست، هر کمیته و هر نمایندگی. پس بنابراین هفته در حال حاضر که من اطلاع دارم هفته 3 تا برنامه حداقل وجود داره در دقیقا. هفته که کمیته های مختلف فعال هستن عمل. دقیقا همین حالته و ما با این با اینا وظیفه صدا و تصویر ما جمع آوری این به اصطلاح این اطلاعاته، یعنی گزارشات رو جمع آوری میکنن چه به صورت صوتی چه به صورت تصویری و البته ما این سخنرانیامون هم به صورت نوشتاری در ماهناممون که ماهنامه بشریت ماهی یک بارم چاپ میشه در اون منتشر میکنیم. علاوه بر این فعالیت‌هایی که ما داریم می‌کنیم یک بخشی به اسم رادیومونو داریم که رادیو در واقع الان 427 شماره صحبت شده. توی رادیو در واقع ابتدا با هفته‌ای 2 تا 2 ساعت کار کردیم، الان در واقع هر روز بین 1 ساعت تا 2 ساعت برنامه داره اجرا میشه، البته به صورت اینترنتی هستش و حالا اینم میتونم توضیح بدم دلیلش اینه که چون ما هیچ امکان مالی رو از دولت یا از ارگان‌ها یا سازمان‌ها از هیچ کمک مالی نمیگیریم و فقط حق عضویتی که خود اعضای کانون در اونم در اروپا وقتی هستن پرداخت میکنن و سایر همکارامون که در کشورهای دیگه مثل ترکیه یا مثل عراق یا در اندونزی، مالزی، پاکستان هستن و هیچی پرداخت نمی‌کنن و ما خدمات به اون دوستان هم ارائه میدیم. به همین دلیل یه مقداری توی این قضیه نرفتیم تو دنبال این که بتونیم یک رادیوی زنده و یه امکانات اینچنین رو ایجاد بکنیم. از کارهای دیگه که کانون انجام میده در رابطه با کنگره‌ای که هر سال برگزار میکنیم، این کنگره‌های ما در واقع دلیلش برگزاریش بررسی یک ساله عملکرد خود کانون، کمیته ها و نمایندگی ها و بخش های مختلفی که داریم که در اونجا بازگویی میشه، میزان فعالیت هاشون گزارش داده میشه و علاوه بر اون خود به اصطلاح کاری که انتخاباتیه که انجام میدیم. بله. چون ما معتقدیم که باید حتما هر سال کار انتخابات انجام بشه که ما یه تمرینی برای دموکراسیمون هستش و هیئت رئیسمون هر سال به اصطلاح انتخاب میشه و هیچ هیئت رئیسی بیش از 2 دوره نمیتونه در واقع ادامه بده. کمیته هامون حتما سال به سال به اصطلاح دوباره انتخاب میشن. اخیراً رادیو، عرض کنم ماهنامه و گروه رسانه‌مون هم در واقع آوردیم جزء بچه‌هایی که باید انتخاب بشن. بخش انتخابات ما شکل دیگه هم داریم که ما هر نمایندگی هم خودش هر سال باید انتخابات رو انجام بده، یعنی خود اعضا میتونن کاندید بشن و سال به سال رأی‌گیری بشه. انتخابات نمایندگیامون از ماهای سپتامبر تا نوامبر هستش که انتخابات انجام میشه. 2 تا از اعضای هیئت رئیسم به عنوان 2 عضو که از هیئت رئیسه هم نظارت میکنن هم حق رأی دارن تو این جلسات حضور دارن. چون وقت ما کوتاهه و من دلم می‌خواست راجع به مسائل دیگه هم از شما سوال کنم، میشه لطف کنید توضیح بدید کدام کمیته ها را داریم؟ در هر کمیته تقریبا چه تعدادی فعال هستن؟ بله، من قبل از این خواستم از گروه رسانه‌مون هم یادی بکنم. بله. ما یه گروه رسانه بسیار قوی داریم که کارهای یوتیوبمون، ساندکلودمون، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، عرض کنم که با همه اینا کار میکنن و مدام اخباری که از ایران، از اطلاعات مفیدی که از ایران میاد به صورت تحلیلی در واقع منتشر میکنن. اینستاگرام هم داریم، اینم بله. یادم افتاد گفتم. عرض کنم که ما کمیته هایی که داریم، کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان داریم. حدوداً فکر کنم 25 تا 30 نفر عضو دارن
و کاراشون هم یه گزارش آماری ماهیانه برای ماهنامه میدن و یه گزارش تفصیلی برای عرض کنم که خود سایت ها میدن و منتشر میشه. البته همه کمیته همون این کار رو میکنن. بله. کمیته دفاع از حقوق زنان داریم، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان داریم، کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی رو داریم، کمیته دفاع از حقوق محیط زیست داریم که محیط زیستمون حدوداً 20 نفر عضو، ولی اون کمیته زنانمون من بله حدود 40 خورده نفر، 45 نفر بله عضو دارن. عرض کنم کمیته دفاع از حقوق هنر هنرمندان رو داریم، کمیته جدید تأسیسی داریم، کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکار هستش که تقریبا 3-4 ماه شروع به فعالیت کرده و خیلی هم فعالیت خوبی تا حالا کردن. بعد دیگه فکر کنم باز یادم رفت چون خیلی زیاده. نه فکر کنم همه رو گفتید، فقط یه چیزی که هست در کل یه دم هستن در کمیته ها فعال نیستن، ولی حدوداً فکر کنم بیشتر از 250 تا عضو داریم. حدوداً همین حدود هستش، چون ما اعضامون متغیرن دیگه. بله. میان کار میکنن میرن. بله. عرض کنم شغل پیدا میکنن، اشکالات اینجوری هست، ولی محدود به نزدیک 300 نفر هست. چون که خاطرم هست که پارسال که صحبت میکردیم یا دو سال پیش حرف از 200 تا 250 تا میگفتیم هستن، ولی هر سال به تعداد اعضا اضافه میشه. دقیقا. یه چیزی که برای من خیلی مهمه که دوست دارم که شما مطرح کنید در ارتباط با بینندگان و در حقیقت هموطنانی که در داخل وطن هستن، و اون این که چه نوع امکاناتی ما داریم که شما لطف کنید توضیح بدید که اونها بتونن از ایران هم با ما فعال بشن در دادن مقاله، حتی یا اینکه هم صحبت بشیم، هم بحث بشیم، هم گفتگو بشیم با اون عزیزان. عرض کنم که ما دوستانی که در ایران هستن با ما میتونن به راحتی در ارتباط باشن. توی سایت ما میتونن مثلا اسم ما رو بزنن توی گوگل در بیارن و آدرسمون هم از www.bashariyat.org. عرض کنم که میتونن مکاتبه کنن، ولی پیشنهاد میکنیم به دوستان با ما با نام مستعار بله بسیار تماس بگیرن و یکی از مواردی که ما داریم اصلا سوال نمیکنیم، اصلا تفتیش عقیده نمیکنیم، چه نگاهی دارید، چه اندیشه ای دارید، هر اطلاعاتی بخوان در اختیارشون قرار میدیم و میتونن هم با ما همکاری کنن، با همون اسامی با ایمیل مستعارشون کار بکنن و مشکلی در این بابت نداریم. ما کمان که کسانی که در اروپا با ما کار میکنن اصلا نمی پرسیم که ایدتون چیه، عقیدتون چیه و برای چی کار میکنید. در حقیقت بچه مشترک ما حقوقی است که بهش اعتقاد داریم که هر کسی قبل از اینکه دارای چه مرام و عقیده و نظر از کدام منطقه ایران میاد و با چه گویشی هست، چه آداب و رسومی، در حقیقت ما حقوق مشترک داریم و برای رسیدن به یک دموکراسی بر اساس حقوق مداری در حقیقت همه میتونن در این جمع با ما فعال باشن. دقیقاً همینطوره. ما در واقع ماهنامه‌مون هست، میتونن مقالاتشون رو بفرستن. بله. بعد عرض کنم که میتونن در جلسات شرکت کنن. ما در 2022 سه جلسه‌ای که برگزار می‌کنیم در پالتاک هستش، دوستان میتونن بیان شرکت کنن، در اونجا اظهار نظر کنن، اظهار وجود کنن، عرض کنم مطلبی دارن خودشون سخنرانی بکنن، این امکان داره. حتی یه تلاشی هم کردیم، الان در حال این هستیم که بتونیم این برنامه زوم رو راه اندازی کنیم که بتونن دوستان با زوم به اصطلاح میشه شرایط یه مقداری بهتره، میشه اطلاعات همونجا مراوده کرد تا پالتاک. حالا در تلاشیم شاید تا دو ماه دیگه. البته در پالتاک هم تا اونجایی که تجربه ما بوده پنج شنبه شبها، روزای شنبه شب، روزای یک شنبه ظهر، عصر همیشه برنامه هست و در زیر مجموعه حقوق بشر. بله. در اون زیر مجموعه اگر که دوستان علاقمند باشن در ایران بخوان تماس بگیرن، میتونن تو جلسات ما حاضر بشن، اظهار نظر کنن، در بحث ها، در گفتگوها شرکت بکنن. دقیقا. با هم یک همکاری پیوسته رو به وجود بیاره. اگر در زوم رفتیم در اونجا هم بعد میتونیم اطلاعات بدیم که همه شرکت کنن. دقیقاً همینطوره. ما البته تو همین که شما خوب توضیح دادید در زیر مجموعه حقوق بشر همون هیومن رایتس هستیم و معمولاً هم با کانون شروع میکنیم. بله، به لاتین می‌نویسیم، با صورت کا الف نون در واقع می‌نویسیم و دوستان هم میتونن بیان
ببینن. من چیزی نمیدونم فراموش کرده باشم یا نه، فکر کنم که تونسته باشم توضیح بدم. خیلی ممنون از اینکه این امکان به وجود اومد. من خواستم فقط به این اضافه کنم که وطن ما آزاد و مستقل میشه، وطن ما حقوق مدار میشه، وطن ما در آینده که از استبداد به آزادی بخوایم بریم، مهمترین مسئلهش اینه که انسانها باور به حقوق خودشون پیدا کنن و برای عمل کنن. یه کاری که شما همیشه گفتید و بقیه دوستان هم بر اساس اون عمل میکنن، آگاهی رسانی است. آگاهی رسانی نه اینکه دو نفر مردن یا نمردن، یکی زندان رفت، نه، اینکه ما چه حقوقی داریم و چه شکلی به اون حقوق عمل کنه. به نظر من یک بخش شایسته جمع ما که در عرض این 20 سال تواناییشو هی بیشتر و بیشتر کرده، این بخششه. یعنی الان مقالاتی که ارائه داده میشه، کاری که روی اونها شده فوق‌العاده است. مثلا در بخش زنان، بخش محیط زیست، کودکان، اینا اصلا بسیار کارهای برجسته انجام میگیره. و چه زیباست که مادران این وطن، مردان و زنان، یا زنان و مردان در جمع ما شرکت بکنن تا ما یک جمع وسیع‌تری داشته باشیم، مدافع حقوق همدیگه بشیم. آیا دقیقاً فکر کنم بر این اساس عمل میکنه؟ ما اصلا مرامناممون بر اساس آگاهی رسانی و افشاگری است. افشاگری هدفمون اینه که نقض حقوق بشر رو اعلام بکنیم، موارد که پیش میاد همون کار دیدبانی ماست، و آگاهی رسانی که آگاه کردن مردم به حقوق ذاتی و حقوق شهروندیشون، یعنی تمام تلاشمون این بوده و هست. یک جمله خواستم به حرفای شما، البته شما یه تذکر داده، تذکر به جایی بود، و اون که این جمع کاری به مرام و عقیده دیگری ما نداریم که خدا باور است یا نیست، به چه دینی، به چه مرامی، چه عقیده‌ای داره. وجه مشترک ما حقوقه که ما در حقیقت فقط رو اون تکیه میکنیم، اینکه چگونه بتوانیم این اطلاعات رو به هم بدیم، جمع دوستانی بشه که همه هم رو بر میکشیم در اطلاع رسانی، در دوستی. و من خودم بسیار خوشحال هستم که در این جمع هستم، چرا که هر بار که بقیه عزیزان رو میبینم به شعف میام. بسیار محیط جالبی است، و یک بار من این تجربه رو نداشتم که یکی بگه به اون دیگری که تو با چه دین و مرام و عقیده اومدی تو این جمع، و در حقیقت کسی بخواد مانع کسی دیگه ای بشه. این حسن جمعی است که تجربه کرده. شما به چه نظری؟ خب ما هم 100% ما تمام تلاشمون بوده که به اصطلاح هیچ موقع نگاهی به عقیده و مرام دیگری نداشته باشیم، مثلا کاری هم نداریم باشون که کی چه فکر میکنه، چه اندیشه‌ای داره. توی مجموعه ما انواع اقسام نگاه‌های حزبی هست میان، ولی همین همکارایی که با نگاه حزبی میان، وقتی وارد اینجا میشن خودشون یواش یواش وارد موضوع حق میشن با. یعنی وارد شناخت حق میشن و دنبال این قضیه هستن. به هر حال اندیشه حزبیش یا اندیشه مذهبیش هم میتونه برای خودش داشته باشه در بیرون از ما. ما حتی در مواردی هستش که گاهی تظاهرات میذارن توی موارد خاصی، سر موضوعات ویژه‌ای در شهرها تظاهرات میذارن. من به همه میگم دوستان ما اگر میخوان برن شرکت کنن میتونن برن، ولی با مرام خودشون، اصلا به نام مجموعه حقوق بشر نرن و کاری به اون ندارن. چون هر کسی میخواد بره اونجا میخواد پرچم خودش رو ببره، هر کسی میخواد بره به اصطلاح عکس طرفداری های خودش رو ببره، و این اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم که ما علاج جامعه ما این هستش که جامعه آگاه بشه، یعنی اول به آگاهی فردی داشته باشیم، و به مرور آگاهی فردی تبدیل به آگاهی جامعه بشه، و اون رشده که اون موقع ما میتونیم روش حساب بکنیم، بتونیم صاحب یک جامعه سالم با مردمی باشیم که بتونیم خودمون دولتمون انتخاب کنیم، خودمون بتونیم نظارت داشته باشیم، و خودمون در واقع بتونیم مملکتمون رو بگردونیم در واقع. من خیلی خوشحال شدم که مجددا با در رابطه با کانون و پیشرفتش صحبت کردم، و مجددا از هموطنان دعوت میکنم که به جمع ما بپیوندید. خیلی خیلی ممنون آقای منوچهر شفا. منم از شما ممنونم که اینقدر علاقه نشون میدید و تشریف میارید، با ما همکاری میکنید. ما هم لذت میبریم از همکاری شما. از مردم هم دعوت میکنیم که تشریف بیارن در جلسات ما، به صورت حالا چه در خارج از کشور چه در داخل کشور، با ما همکاری داشته باشن. تشکر. تشکر. مرسی.